آقا نیستیه. این فیلم برداری کی تموم میشه؟ چطور؟ این دوتا رو مخ منن. کیا؟ این فرزاد و محمود. دم به دقیقه رن میپرن به هم دیگه. میترسم این آخری ها دعواشون بشه همه برنامه همون نصف نیمه بمونه ها. دیگه تفاوت نسل هاست دیگه، ده سی ده ایش از همینه دیگه. خیلی نمکی ها. جواب منو بده. چیه جوابه؟ تموم میشه دو روز دیگه، سه روز دیگه، چهار روز تموم میشه دیگه. بی خیال دیگه، سری سرتاشو هم بیار، حوصله ندارم. تو چرا وقت شوهرت میدی اینجوری حرف میزنی؟ چی حرف میزنم؟ نه لاتیشو پر میکنی چته؟ مدلم مشکلی داری؟ چه مدلی داری بابا؟ خیلی مدل خوبیه. خیلی عصبی هستی. داداش اینجا بودی یه توله سگ نهیدی؟ چی جو سگی داشت؟ سگ دیگه چه جو سگی؟ اینجا داشت بیشتر از ماهی دریا سگای رنگ و رنگ ما تهرانی اونم چی میان اینجا با هم کورس میذارن. آره دیگه همین هم دیگه این کار رو تو یه ذره فشار بیار به ذهن تو میگه دستور همشوتی زناجه رو بشون دیم منتظرم یاد نکنی دیر نکنی دفعه جور چی شده الان؟ هیچ این رفیق من امشب شام دعوتش کردم در خدمت شما جان. عزیز من گوش کن، یه سگ سفید پشمالو، پای کوتاه، چشمای درشت تیله ای ندیدی کس نبرده به سوره بس. اینی که شما میگی سگ نیست که، این عروسگه. اگه تا حالا روز این مونده باشه دو تا بچه اینو پیدا کردم بردم یه تهران دیگه فروختنش. درسته. الان شما میگم من کجا میتونم یکی رو پیدا کنم که حیوان بفروشه؟ حیوان اگه میخوای بخری، ماهی می دریا میخری، گوسفند گوساله می تو جنگل میخری. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. قربون شما چی میذارید؟ همون تو میزنی. چطوری؟ با کی حرف میزدی؟ به تو چه؟ بیشتر بیاد نمیگیرم تو. ما که تفاهم نداشتیم نمیگیری؟ کی؟ اون روز رو این همه شب الان همه چی بحرانیه. با کی حرف میزدی؟ با مامانم. تو خودتو مامان صداش میزنی؟ چی میگفت مامانه؟ کجایی؟ کی میای؟ چی شده؟ چرا نمیای؟ عکس بفرست. ببین چی کار کردی که همه بهت بی‌اعتمادن؟ چون بی‌اعتمادی که اونو دارن به ما هم سرایت میکنه. همین الان واسه که به ما هم زنگ بزنن این دخترم با شما. بعد من یه چیز ازت میپرسم سریع بگو کیه. چشم برزون هم برست نه. بابا برم خب خیلی دو داد بزن. الان وقتش نیست سلام میکنم تو این دیوارا. این دیوارا چیه میکنی عزیز من؟ گره از اون ازش اسخای کن. واسه چی من ازش؟ من نیدی واسه سگ چیکار کن کسافت زشته. تو بری منم میرم. بگو گم شو اون بعد تا الان اگه این خونه رو سرش خراب نکردم به احترام شما بوده. این بیشور فقط سگ میخواد. کجا رفت؟ رفت آقا رفت. اصلا میشه جلوشو میگیره هلند تو برو جلوشو که من دارم میرم. من حوصله ندارم. برو تو خودت لوس نکن. برو تو کلی کار داریم بمونیم. یعنی زایه نیست خونه خوشگه نیست که خونه زنشه. رضا زنش هست دیگه هنوز. بابا خانم دکتر این چه طرز برخورد آدم با سوادی هستی؟ فضای متشنجی که درست میکنی اصلا درست نیست. بس 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 درو نبیم آپارت خانه من بده دست در نکنه. این دماغم که آسیب دیده یه دفعه اصلا فشارم میفته بالا هیچی نمیپسی ها میشه همه چی. همه عصبی هن امروز همه عصبی بودن. جو خوبی نیست. دعوا بده. میخوای بریم با هم دیگه بیرون یه دوری بزنیم قدم لب ساحل باهات بخوره و قدم بزنیم حرف بزنیم؟ شده زده دلت فا شده ها؟ من که حسابم سر رفته ولی خب باید برم از پگاه پرستاری بکنم. جانم من به شما زنگ بزنم باهاتون تماس بگیرم. گوشی پس حضورتون باشه. میگم گوش من یه مرگی میشه شما پرستاری من رو بکنین. از این فاصله جذاب‌تر از سینا بفهم بدین من اینو خوردم تموم بدی کافیه برم. از اون برش بخوره دهنی نیست. عشقم چرا داد میزنی؟ با من جلسه رو ترک کردم اومدم بیرون. من دبیم. دوستا خانم حالا چطوره؟ میریم سر صحنه؟ آره دیگه داریم میریم دنبال یه لقمه نون حلال و عرق جبین برای خانه و خانواده و آینده. چطور؟ فکرم داریم میریم پاپتو پیدا کنیم. آقا ول کنید این پاپتو دیگه. احمد دیشب سرگیجه گرفتم اینقدر دنبالش گشتم. اگه قرار بود خبری بشه خبر میشد دیگه. گناه داره. کی گناه داره الان؟ پگاه یا سگه؟ چه فرقی میکنه هر دوشون؟ دوستا جان من نمیتونم کار زندگیمو ول کنم برم دنبال سگ بگردم که. بذار چون گرفتاری داریم ما. موقع پول در من نیفه اومدیم شمال همه قچه قاطی کردن اومدیم کار ها کار داریم. دیشب مگه شما اعلامیه نچسبوندین؟ اگه خبری میشه خبر میشه دیگه. یا خبر مرگش یا خبر آقا بله بوق نزن عزیز من.
چه عادت بدیه پیدا کردی؟ بوق بوق بوق. بیچاره شب تا صبح بیدار بود گریه می‌کرد. من نمی‌دونم کی یکی پیدا میشه شب تا صبح واسه ما خون گریه کنه. چقدر تو لوسی. خدایی لوسم؟ نه خدایش با نمک. داری الان مخمو می‌زنی؟ پرو نشو. ببین جای شنبه بازاره، من فکر کردم که اگه پاپتو پیدا کنن میارن اونجا بفروشن. می‌خواستم برم یه سر بزنم. گفتم اگه که می‌تونی با هم بیای. نه من نمی‌تونم بیام. هزار جور کار دارم. با زن و برو. حتما یه دلیل داره که میخوام با تو برم. چه دلیلی؟ میخوام راجع به موضوع مهمی باهات حرف بزنم. ببین شما زن رو دو زور آدم شل کنه بخنده دیگه سر آدم سوار میشی. چه جایی چرت و پرت جواب منو بدی؟ آخه من آدم موضوعات مهم نیستم. میدونی؟ یعنی هر کس خواسته با من راجع به موضوعات مهم حرف بزنه خودش باخته. همین دو سه ماه پیش دو سه تا از رفیقای من از من سلام مشورت خواستن، خواستن با من صحبت کنن. من نظراتم رو گفتم. منتها دو ساعت سوخت. دو تاشون خودکشی کرد، دو تاشون جدا شدن. تو کی جدی میشی؟ من واقعا جدی ام. آقای پیمان خان، دیر شده، دنبال سهیل هم باید بریم. آقا کار دارم، عزیزم، کارو بذارم زمین. چیکار کنم الان؟ اجازه بده حل شه بیام خدمت شما. بیا. در هر صورت اگه کارم زودتر تموم شد، میام با هم دیگه بریم. اگرم نه، قصه نخوری. تهرون وقت زیاده، میام میریم با هم دیگه بازار گردی. باشه؟ نمیدونم چه کار مسخره یه جدیدن یاد گرفتی. ای بوق بوق، ای بوق بوق، بیا بوق بوق. اعتراض دارم میام دیگه عزیز من. رضا واقعا شروع نکن، واقعا جونشو ندارم. خیلی شوخی بیمزه لوسی نکن رضا. گیسو خانم بی معرفت شدی، اومدنی با ما میای برگشتنی با اینو برمیگردی. گیسو با ما میاد، شما سهیل رو بیار، دو تایی بشین حرفای مردونه بزنیم تا تهران. خودی زبون داره نه؟ آها نمیخوای بیا. ماما من با دایی برم. آره تو هم بریم، بارمون جور شه، تو و سهیل عالی میشیم. عزیزم عشقم بریم، بریم. اینو میذاشی دیگه سهیل جون. باش بشین. زنگ میزنم. بشین که به به تا خود تهرون. خون پیما سرم رفت آقا. چرا اینجوری میکنی؟ دارم گوش میکنم ای بابا. نکن چیزی زدی؟ نه چه چیزی مصرف میکنم. عصبی یا آلبرازولام بخور بابا. والا نکن دیوونه کردی منو. که من نمیتونم سیگار بکشم، نمیتونم موزیک گوش بکنم، تو هم که حرف نمیزنی. سو مومو من تا ترا خون بالا میارم عزیز من. من نمیفهمم اون گیسوی بیچاره انقدر خوشو بشینه تو ماشین من نذاشتم بیاد. گفتم این سهیل بدبخت بیچاره حالش خوب نیست، من باید برسونمش رفیقمو تهرون. هنوزم دیر نشده و اگر فکر میکنی اینجوری آقا جون چیزش کن، جابجاشی جابجاش کن. واسه کاری یه فاسکوسکی سیر بخور. چی بودن؟ چرا اومدن؟ چرا زدن؟ فقط تیر کرده بودن بزنن دهن ماشین من رو سرویس بکنن. مثلا کجا رفتن؟ ولی خاطر بعد سرم رفت، سرم رفت. آره آره خیلی عالی. بله. حالا حوصله نداری با من حرف بزنی تلفن خوب. پیمان، پیمان. بفرمایید خانم. جان؟ پاپت پیدا شد. برای چه شکلیه؟ چند یه چیز کوچولو زشت سفید. پیمان. نه نه عزیز من، ما دو روز گمش کردیم سگمون. دو رو اشتباه کردیم. نه ممنونم خانم زنگ زدی. واقعا فکر میکنی سگ پیدا میشه؟ یه تیر تو تاریکیه دیگه، چاره چیه؟ میخوای من با پگا حرف بزنم؟ نه صبح داشت میرفت چیزی از من نگفت. مرزا به چی فکر کردی؟ میخواد سر به تنت نباشه. البته من به دوری سفارش کردم حواسش پیش باشه. دوری؟ دوری یه پیمان خوشم بیاد ازش، یه جور باحالیه.
یه وحشی داره تو خودش که نهفته است، ولی ازش میترسم داداش. از چی میترسی؟ اصلا دیگه خلاصه رگ و ریشش برمیگرده به پگاه دیگه، ذاتش برمیگرده و اصلا عصبش اونوریه. میترسم یکی از همین روزا منم بزنه پاره پوره کنه. من چونم یه خواهشی ازت کنم؟ بله حتما. دهنتو ببندی. درست. من میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ نخیر. اگه به پگاه برگشتی عزیز من، سعی کن جلوی هیچ پسر عذابی قرار نگیرید و همینطور دختر عذاب. چرا؟ چون شما رو ببینه پشیمون میشن اینا از اینکه با هم دیگه شروع کنم به زندگی زناشویی. نیست خیلی موفق بودی تو زندگی زناشویی تو. چطور بود؟ رضا؟ رضا؟ حالت خوبه؟ چیه؟ این هم چطور بود؟ خوب نیست. به نظر من اصلا خوب نیست. خوب نیست؟ نه خوب نیست. چیش بده؟ چیش خوبه؟ سوهل! پس چی داد میزنی؟ نمیشنوه که یواش که نمیتونه بگم سوهل که بگم اینجوری میشه جونی بخواد بیاد سوهل! بیا خوشش نیومده. الو عشق من تو دستم مالی چطه؟ الان عکس گذاشتی این اینستاگرام درستی ویدوه کیه؟ آقا حلش کن من از آن حلوسه میخواه. آقا پیمان بیا دریاب، مشکلش با منه. من نگفتم مشکل شمایی، مشکل من با کاره. اجرای کار با منه دیگه برادر. خب چه خبره واقعا؟ صداتون همه جا پیچیده. رضا جان این رافکاته، فاین کات که نیستش که. بذار من درستش کنم، اگه مشکلی بود بعد هرچی دوست داشتی بگو. یه مشکل خود توی. آخه این چه سر وضعیه؟ اصلا معلومه چی کار میکنی؟ راست میگه دیگه، مشکل توی. دل به کار نمیدی پیمان. آه به من چه؟ به سر وضع من چی کار داری؟ من نبود تو کت بپوش به اینجا بشی. کت پوشیدم الان چرا گیر میدی؟ کروات بزن دم صبحی؟ حالا همه چیز خراب کردی رو من دیگه. آره رضا چرا انقدر مشکل گندش؟ چهار تا شعار تبلیغاتی و نریشن دیگه. شب میدیم ریحانه بنویسه، بعدم یه نریتور میگه، بعد میذاریم روش تمامش میگه. ببخشید آقای بقایی، از شرکت روحام تماس گرفتم باهاتون بابت پوسترا. چی بگم بهشون؟ بگین چاپخونه از کارا آماده شه، نمونه براشون میفرسته. چشم. واقعا زیاده. شوهر قطع خواهرتو دادی به این نتیقه؟ آقای من اینو چیکار کنم؟ باید من زنگ بزنم به آهنگساز بگم موسیقی رو بفرسته، یه نریشن هم بذاریم روش. تو هم بیکار بودی، برداشتی رافکات نشونه این داری، میشناسیش؟ عزیزم به اون گفتم رافکاته، تو دیگه باور نکن، فاین کات هرچی از همین. فاین کات پس این یه مرگش هست امروز. الو مارکو پولو کجایی بابا؟ خوب هستین؟ خیلی ممنون. خیلی خوش اومده. خانم گیسو برازنده دیگه. چند سالتونه گیسو جان؟ درست. مدرک تحصیلتون چیه؟ دیپلم. به دلایلی مجبور شدم دانشگاه رو ترک کنم. من خودم نخوندم. شما سابقه کار داریم؟ نه نداریم. یعنی آشنایی با نرم افزار و فتوشاپ و طراحی و انیمیشن چی؟ هیچی ندارین. تا حالا جایی کار کردین که براتون بیمه رد کرده باشن؟ نه. اصلا تخصصی دارین؟ مربی فیتنس و پیلاتسم. نه منظورم یه کاریه که خب به این دفتر بیاد دیگه. ما اینجا داریم کار تخصصی میکنیم، یعنی فیلم کوتاه میسازیم، تبلیغات کار میکنیم. گیری موری؟ یعنی دورش رو گذروندی؟ نه آرشگری بلدم. نه آرشگری. حالا هیام ازتون پرسیدنم اصلا این مورد رو نگیر، لزومی نداره بدم چیز بکن. سوی پیشینه که خدا نکرده؟ نه. چه عالی. متأهلی یا مجردی؟ مجرد. چرا اینجوری میگین؟ مجرد هم اینجوری با شک و خبریه؟ جدا شدم.
من امضا کردم براتون. شما به نظر من شرایط لازمو دارید برای اینکه اینجا استخدام بشید. ولی این سوالایی که پرسیدین و هیچ کدومش من شرایطشو نداشتم. ندارین؟ آره، ولی من یه کاری کردم داشته باشید دیگه. امضا کردم، حالا میتونید شروع کنید. خب بکنید. من ترجیح میدم برم. شما هم وقتی یکی شرایطشو نداره بی خود استخدامش نکنید. نه نه نه، اشتباه نکنید. من فقط برای شما دارم این کارو میکنم، برای هر کسی این کارو نمیکنم. اما من ترجیح میدم برم. مطمئنین دارین میرین؟ آقای رستاک، مهموناتون اومدن. من نگفتم من به اسم کوچیک صدا کن. بگو الان میام. خب تموم شد به سلامتی جلساتون. کی بودن؟ فضولی نکن، کاری که دختر انجام بده. چمدون جلو دره. به همون میگفتی برات بیاره. بقیه کجا؟ بقیه همه سر جاده منتظرن دیگه. رضا و زنش، سهیل و زنش، البته که زن سهیل دختر خالش هم آورده، مثلا ما در جریان نیستیم. با پاپت از اون برام اون عروس اومد خوشبخت، اون گروه موزیک هم رفتن دیگه، خیلی زودتر از این رفتن. شما همیشه اینقدر دهن لقی، هر چی میشنوی میری همه جا جار میزنی. آره آره. برای چی گفتی مرارشگری بلدن؟ اگه بلدی سی خالی بسی بعد نشد برات که میای یه شمال مفتوان جونی، یه پولی هم میگیری، با منم کم سفری یه افتو بکن. از اونایی هستی که بهت میخندم پرو میشی؟ آره آره، با منم کم خیلی موندم. رضا برای چی منو با تو فرستاد؟ رضا؟ آقا رضا. آقا رضا چرا؟ مگه من چمه؟ نه ترس بابا، از من عمدر پیدا نمیکنی، مخصوصا با توصیه‌ای که رضا کرده. خیال جم واقعا؟ بله، گفته اجازه نداری زیاد باش حرف بزنی، خیلی نگاش کنی، شماره بهش بدی، مخشو بزنی. ما هم گفتیم چشم، گل دادم این کار نکنم اگه بتونم. میتونی ایشان. خیلی دوستیم با هم. دختره دوستش. دختره دوستشی یا دوست دخترشی؟ خیلی داری زیاده روی میکنی. بزن بغل میخوام پیاده شم. نه نه نه، چون شبیه شعر بود گفتم بزن بغل میخوام دخترشی. اینا چون خیلی با هم قافیهش درست شد. اگر نمیخواست بشیم و عصبی نشو یه سیگار بکش. نمیکشم. چرا؟ تو هم نکش. کشو گفتم نکش، منم نمیکشم. چشم. دختره کیه؟ دختره کیه؟ دختره که الان باش اومدی میگم کیه؟ گیسو برازنده. مبج میگم کیه اینجا چیکار میکنه؟ اما هم هر چی میپرسیم از که بپرسم؟ از شوهرت. به رضا چه؟ با تو اومده؟ با من اومده چون آقا رضا سفارش کرده دنبالی آدم مطمئن میگشته، سفارش دست من. از نگاهش خوشم نمیاد. بابا چشی نگاهش نگاه میکنه آدم حسایی میشه اصلا، و سخونش در میگیره. تو الان طرف من یا طرف رضا؟ من طرف هیچکی نیستم. بیانه والا تو خودت گرگ بارون دیده ای. چطوری زهر؟ یه جوری جمع جورش کنم. به من چه با؟ رسیدی؟ نه هنوز نرسیدم، هنوز تو رای. چطوری؟ نمک قربونت برم. بعضی حال چیزایی میگم خیلی قشنگه. حالت خوبه؟ خوش گذشت رو را واقعیتش نه. آ تو یه زمان بهت فشار اومده فکر کنم نتونستی مخش بزنی. من مخ نتونستم بزنم. برای من سه سوته. نتونستم چون دلیل داشت، چون پای رضا این وسط گیره. میدونی بین اینا یه چیزایی هست یارو خیلی ازش حساب میبره. برو بابا رضا، مال این حرفا مال این حرفا نیستش که ما کجا داری میری؟ خب عشق من دیگه چیکار کنم؟ نمیتونم بیرونش کنم که بابا به خودم، خودم برای خودم غذا درست نمیکنم. برای این چمدونام برای چی گذاشتین؟ چه هتل دیگه های سوئیل کام ولی اونا رو جمع کن حداقل. و خودم هم داستانای ریزی داشت، خودم رو دارم باور کن. منم دارم برات تنگ شده. جون باشه بزنیم زنم خبر میدم بهت اگه رفت که نمیره. آقای عزیز پاتو هم رو میز بردار، خونه خودتو همین کارا رو میکنی؟ دکتر اجازه میده؟ آره دیگه اینجا تبیل هست دیگه. یه چیزی بخور، بیا شدی پوست و استخون. زندگی ما رو نگاه کن، قبلا می اومدن قشنگ تمیز میکردن، میشستن، میپختن، همه چی خراب کردی. سوی زندگی ما از روال اصلا ریختی به هم. آقا جان من تو که میدونی حرف اول و آخر رو دکتر میزنه، تا
تهش شما باید بری واسخای کنی. بیا برو با کله کارو بکن، ما بچسبیم زندگیمون. خواهش میکنم. چقدر حرف میزنی پیمان؟ من زیاد حرف میزنم ها. بی شرفم دیگه یک کلمه حرف بزنم تو صدای من رو بشنوی. تو کم حرف میزنی، عمیق حرف میزنی، من حرف زیاد میزنم ولی چرت و پرت میگم. اما یادت باشه همین کسی که چرت و پرت زیاد میگه در خونه رو باز کرده که تو اینجوری پاتو بندازی رو مبل، با اون کفش کثافتت گند بزنی به مبل، با اون کلاه که بیرون این همه آلودگی گند بزنی به کوسن من. اشکال نداره. هیچ اشکالی نداره. من هستم. مشاور نمیخوری؟ چرا دو تا آوردم به هم؟ فقط یه صدای من شدی. ببخشید اینو دارم میگم ولی حالا دختر خالت هم از ناراحت میشه. تو واقعا مقصر بوده توی اون اتفاق. آدم به خاطر طول سک با شوهرش اینجوری رفتار نمیکنه. خیر بمون. واقعا سوئد لازم است که انسان متمدن رفتار کنه، چون من اگه بودم یه جوری میزنم در گوشش که دو دوری دور خودش به چرخ لب و دهنش جاش عوض شه. واقعا من و تو اصلا در جایگاهی نیستیم که بخوایم پگاه و سایل رو قضاوت کنیم. شما نیستی، من هستم. به مثلا نمیدونم راجع به مسئله اونا با حرف بزنم، میخوام راجع به مشکل خودم با حرف بزنم. چی مشکله؟ نه منظورم که راجع به مسئله میخوام با حرف بزنم. همین الان اون مشکل داره. ببین یه دقیقه. اون مسئله ات، اون با کلمات تو تمرکز من میتونم اصلا من میخوام ازت خواستگاری کنم. کاری باهات ندارم، دارم بهت پیشنهاد ازدواج میدم. من قصد ازدواج ندارم. ازدواج میکنیم. اگه دختر خاله این پیدا نبودی درستا منو وارد این ماجرای احمقانه نکن. یه پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی. به پیشنهاد تو گفتی لاتاری آمریکا برنده شدی. خب به تو چه؟ باهات میام. اون همه داف اونجا ریخته، مگه اسکلم داره با خودم ببرم؟ بعد این چه پیشنهاده به نفع خودته؟ بهت پول میدم. چقدر؟ 200 میلیون. وسوسه شدم باز. جدیه؟ شک نکن. و چرا میخوای اینقدر پول خرج کنی؟ به دلایل کاملا شخصی. نه دیگه نشد. من اگه قرار باشه شوهرت باشم باید همه چیزو بدونم. به من کارم موسیقیه. اینجا براش محدودیت دارم. از گیروگورای خونم خسته شدم، از دست ناپدریم خسته شدم. میخوام برم یه جایی واسه خودم زندگی کنم، راحت، آزاد. راجع به کاری که میخوای بکنی مطمئنی دیگه؟ 100%. حالا فرزن من پذیرفتم، بعد چی میشه؟ هیچی دیگه. تو می از من خواستگاری میکنی، من به جواب مثبت میدم، بعد ما با هم عروسی میکنیم و فیلم عروسی و عکس و بعدم میریم سفارت و میریم آمریکا. همین که خب ازدواج سوریه دیگه، بعد از هم جدا میشیم، کاری هم با هم نداریم. نه دیگه، من با این بخش آخرش واقعا مشکل دارم. سعی کنم مشکلت کنار بیام. آیا اینطوریه که باید بیشتر فکر کنم؟ پس فکر کنم، فقط خیلی لفتش نده. لفتش نمیدم، فقط میخوام مطمئن شم که لاتاری برنده شدی. آره حقته، اصلا همیشه حق با زناست. دوباره چک کن. سلام. ماشین روشن نمیشه. بشین نگران نباش، درستش میکنم. شما مکانیکی؟ نه من دکترم. بشین. خراب شده؟ من درستش میکنم. تو بیا اینجا واسه من هرچی گفتم به دوستت بگو. تو استارت بزن. بزن استارت بزن. زنگ روشن نمیشه. استاد میزن روشن نمیشه یه لحظه بسته. بله ایمان بگو معلومه کدوم گوری هستی؟ قرار میذاری خودت نمیای؟ جان تو داشتم میامدم یادیدم یه موتور اصلا چپ کرد ترکید دیگه، مسیرم کج شد دیگه، واسادم هم اینجا دیگه. چه خبر؟ چطوری؟ خودت اصرار میکنی بریم دختره رو پیدا کنیم و وقت میپیچونی. گوشی آقا دور این بدبخت رو خالی کنی، بذاری یه ذره هوا بخوره. بگو چی میگی؟ چی رو پیچوندم عزیز من؟ من اینجا نمیدونستم اینو ول کنم بیام اونجا. که میام حالا تو یه دونه آمار ساعتی بگیر اومدم. آره جون خودت، مطمئنی حالا پاتوقش اینجاست؟ بگردم. بله همونجاست، من اولین بار روشون اونجا دیدم. شانس بیاری بری درست گفته باشی، وگرنه با دستای خودم خفت میکنم. پیمان فرمایید. استارت زد؟ درست نمیشه؟ بدبخت شدیم رفت که اصلا استارت بزن برق پشت آمپر این خرابه. من شما رو میرسونم، صبح زنگ بزنه یه جرثقیل بیاد حمل کنه ببره. یعنی میشه؟ آره با چرا نمیشه. بیام تو ماشین من بشینی. بفرمایید.
در ماشین رو قفل کن. در ذهن آقای عزیز زنت مهریه رو گذاشته اجرا، میخواد بکنه تو زندون، شنیدی که؟ بله شنیدم. کریم میترسم، به کریم میرم این دفعه التماس میکنم. نه بابا زبر شدی، قبلا ها موش بودی، خبر یه منم دارم به چک میکنم. آقا پیمان مرسی که نگفتی من اینجا. آقا دهنم در رفت، درسا رو میبینم اصلا همه چی رو میگم. شایدم با درسا خیلی چیکو پوک میکنی، فکر نکن ندیدم، اینم از همون قماشا. دوست داشتم میخواستی معرفیش نکنی. بعدا نگیم گفتی. پیمان به جمع رسا منتظره، میگم ببینم میتونی یه ردی از این فرضات فرضین بگیری، شاید از دختر خبر داشته باشه. سرویس میکنم بریم. این چیه؟ بده من ببینم. آقا شکم خالی دست خالی کتک میخوریم. بده من نکنم. چند نفرم نگفتی؟ چند چی چند نفرم؟ بده بابا چرا بریم. من پس درگیر نمیشم. بیا برو درگیر. روان حساب من مملکت قانون داره. برو تو. برو. شب بخیر. شب بخیر. شبتون گرم. آقا رضا خیلی حال دادی اومد. اینم میچس بودی این ورتا دیدی رو کلا رد نمیشد. با امان نیا. نه خستم میخوام برم بخواب. شب بخیر. شادومات. بله. بهتر بود قبل از اینکه بیاری اینجا ما رو سکه یه پول کنی با خانواده دختره حرف میزدی. بس بره بالا داره میری. بعد گرچه دهنش در اومد گفت. چیز بدی نگو. عفو بدی از چیز بدی گفت یارو. پیرمرد اسخای کرد سری دیگه. کی اسخای کرد؟ عجب و کینه گرفتیم به دلا. آقا ما اسخای کردم من. تو شنیدی اسخای بکنه؟ یه واسه خودت میگم. این دختر خونه‌اش به درد تو نمیخوره. بابای رسمی از تو خوشش نیومده. آره یه واسه ناجور. آره. نخند. بابا توهین شده به هممون. من یه قلق داره، قلقشو بگیرم دستم دیگه همه چی درست میشه. این همه به تیکه انداخت لال بودی؟ یه عاشق بشی لال میشی. کور میشی، چل میشی رضا. عاشق شدی تو الان؟ آره خیلی. تو همچین مواقعی آدم نمیاد تصمیم احساسی بگیره که قربونت برم. دیوونه است بابا این. از عقلت استفاده کن، ازدواج شوخی بردار نیست پیمان. همین که تو از عقلت استفاده کردی در مورد این رفیقمون برای جد آباد خاندان ما بس. ماجرای من ریحان فرق میکنه. ماجرای من دوری جونم فرق میکنه. بس پیمان جلو نیا. جلو نیا الان جای تاثیر بذاری. من میدونم یه سوال، تو واقعا این دختر رو به خاطر پولش میخوای عاشقش شدی؟ عاشقش شدم. جون ریحان، جون ریحان گفتم، راستشو بگو. آقا من به فکر آینده همه هستم، من دارم تلاش میکنم سرمایه جذب کنم. نگفتم یه فکرایی تو سرشه بابا. پیمان خان شما سرمایه از دست نده، سرمایه گذاری پیشکشه. اون دختره چی شد؟ اونی که با سرمایه گذاری آورده بودی؟ دختره گم شد. گم شد. آب شده رفته تو زمین. با خراب نکنی شما. گفتم عقلتون رو ندین دسته. این گوش نمیدین دیگه. باشه بوس بوس خدافر. پیمان دوستتون داره. برو پی کاره. رضا رضا. برو اون بمان. سوهن. رو میز بیلیار؟ خجالت نمیکشی زشت نیست؟ این همه جا. آقا تو چرا اینجوری شدی؟ تو قدیما صبح میرفتی شب میومدی، الان شبا میری صبح میای. کجا بودی شب؟ کجا بودم؟ تو یه جایی بودی همه میپرسی؟ هیچ جا. آره بابا عربای خیکه و خودم بچه خیابونم. هیچ جا؟ سویل داری چیکار میکنی؟ بذار اول جداشی بعد کسافت کاری کن. این مسیری که داری میری من رفتم و من میدونم به کجا میره. اینا برای ما جوکه، فقط دارم بهت میگم این مسیری که میخوای بری ادامه بده، به خود ربط داره. اما دیگه راه دم من جدا، چون من دیگه اون آدم سابق نیستم. فهمیدی سوهل؟ بعید میدونم. حالا یا بعید میدونی یا بعید نمیدونی، من نمیدونم. اینجا دیگه قانون داره، اینجا دیگه اونجای قدیم نیست. اگه میخوای اینجا زندگی کنی واقعا نه شب باید بیای، چون ده من درو میبندم. خاموشیه دیگه. چه حرف میزنی پیمان؟ باشه دهنمو میبندم، پس میرم سر اصل مطلب. من دارم زن میگیرم. مبارک. همین؟ مبارکه؟ نمیخوای بدونی کیو دارم میگیرم؟ مهم نیست؟ نه مهم نیست. دوری رو دارم میگیرم و دارم با زن سابقت فامیل میشم و مهم نیست؟ که میگردی دنبال خونه؟ میگردم همین روزا. به این به خاطر خودت دارم میگم و به خاطر اینکه خلاصه من زنم قراره بیاد تو این خونه. اصلا ممکنه دور این میز بیلیار دور هم به چرخی بزنه. شوهرین دیگه، تو اینجا نباشی بهتره.
و اصلا جدای همه این ماجرا. بابا درسا فامیل پگاس، بگو میخواد اینجا رفت آمد کنه. ببینه شوهر دختر خالش کیه. خوبی تو؟ من میخوام من بیدار نکنه تو. چشم، فرموشی دیگه داشته باشی. تو چی شد فکر کردی که گیسو با ضربه احمقانه پگا مرده؟ یعنی چی؟ نه دیگه واقعا دارم میگم دیگه. من میگم آقا جان اینقدر ساده نیست. یه نفر سوم این وسط هست که ما رو داره اسکل خودش میکنه. چی میخوای بگی تو؟ من میخوام بگم خواهر تو دشمن کم نداشته. شمالو یادت نرفته که. یادت رفته؟ قضیه رو مالوندیم هم دیگه واسه معلوم نبود کی بود. ما باید بگیم اول جنازه رو پیدا کنیم، پزشک قانونی تشخیص بده آقا این چطوری مرده. حالا پگا زده کشته، سویل زده کشته، اون یکی زده. یک خلاصه یه چیزی باید روشن بشه. ما اونو باید بگیم پیداش کنیم. پیداش میکنم. هر جوری شده پیداش میکنم. و چطوری پیداش میکنی؟ اینجوری به دور دست خیره شدی؟ مگه اینجوری پیدا میشه؟ زنگ بزن به بابات بگو آقا دخترت کجاست؟ اون خلاصه میدونه دیگه. بگو خواهرم کجاست؟ بس کن دیگه بابا خفه شو. اینا به من نگو چیکار کن چیکار نکن. یه دقیقه خفه شو. چقدر بی‌تربیت شدی جزا. من میدونم کی کشتتش. کی کشته؟ شوهر سابقش. تو از کجا میدونی؟ به خدا خودش گفت اون روز اومده به خوش کن من شوهر سابق داشتم قبلا. اونو نمیگم، کشتنو میگم. آها خب اینا شوهر سابقش با این اختلاف داشته دیگه. اختلاف داشتن که جدا شدن دیگه. یعنی هر کی با هر کی اختلاف داره میزنه میکشتش؟ من میکشم. برو گم شو بیرون، برو پایین. چرا تو گفتم؟ برو پایین. فضا هست چه خواهش میکنه. خیلی شوخی لوس بدموقعی بود. قبول دارم. ولی رضا چیز کن. نه اینو جدی دارم میگم. به جون درو دارم جدی میگم. حواست به شوهر اسبقش باشه. همین بذار گوشه ذهنت بمونه. خیلی خوب دیگه فکتو ببند. چش. برو دیگه تو چرا همه کاراتو واسطه انجام میدی؟ اصلا باید واسی فکر کنی، نمیشه هم بری هم فکر کنی. دوتا کارو با هم برات سخت انجام بدی. هیچه گلون پایین نمیده. بابا نکن دیگه. الان به خدا اشتباهش کور میشه. من میفهمم اتفاق بعد یه زندگی بالا پایین داره دیگه رضا. چرا این بچه های 7 ساله شدی؟ من الان میتونشم تو همین اتفاق سیندکه چیز قبرستون باشم کنار این دختر. تو الان باید به فکر زن و بچهت باشی. زنت اون و مریض احوال. خدا خواهرتو بیا مرزه. من تو الان دیگه کاری از کسی بر نمیاد. تو چرا انقدر زیر میزنی پیمان؟ حرف زدن شده مریمون. الان اصلا مسئله من ریحانه نیست. اونو که بیرم از دلش در میارم برش میگردونم یه جوری. الان من نگران اون بابای بدبخت هم که تو زندانه. نگران اون خوش میدونه چی کار میکنه. چی وزوز میکنه راجع بابای من؟ نه میگم بابا دیگه بچه که نیست، بزرگ شده ماشاءالله. حواسش به خودش هست. بذار تو چرا نمیخوای قبول کنی؟ شده یه بار واقعا جدی فکر کنی که 1% ممکنه بابات این کارو کرده باشه. اونجوری نگاه نکن. خودت یه بار گفتی من بابام چشم دیدن خواهرم گیسو رو نداشت. نگفتی مگه؟ عقل کلتاینت که بزنه بکشتش؟ یه آدمیه دیگه عصبی میشه یهو میزنه میکشه. حالا اصلا مسئله من این نیست که. مسئله این نیست، مسئله اون نیست، مسئله چیه رضا؟ حرف بزن. دهنت که چفت و بس نداره که بشه با تو حرف زد که. رضا جان من اگه میخواستم دهن لقی کنم همه این کسایی که میشناسیم باید کولاش رو میذاشن رو دوششون میرفتن تهرونا. دهن من رو نکن. بگو دیگه لوس کردی. پیش خودت میمونه؟ کیسو خواهر من نبود. به من دروغ گفتن. با پدرم رابطه داشت. خواستم من نفهمم. باشه بیساز. نخم بیشور. چیزی نگفتم میگم ماشاءالله بابا. آدم نیستی که بهت نمیگم دیگه. بابا بابات که صحبت داده به زندگی چرا اینه بیشتی رو من مرد حسابی چی شد؟ هیچی دیگه. ما میریم بچه ها دو سه روز بعد ما میان.
وا پیمان ترسیدی؟ آره خب ترسیدم. اشکال نداره، ترس خوبه، زن باید از شوهرش بترسه. چقدر تو ترسناکی. چیه؟ میگم چقدر تو ترسناکی. نه 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 من چشم من میترسم، من از تو میترسم. تو شوهر بسیار با ابهتی هستی، چون این کار رو دیگه این کار رو نکنی. اصلا آدم باید تنبیهتون کنه. خیلی خب بریم اینجا نگاه میکنم، من معذبم، من هر وقت دلم بخواد میرم. چشم چشم هرچی شما بگیم. فهمیدی؟ کلید آپگاه گرفتی؟ آه تبلک خودش گذاشت تو جیبم. خیلی ماهه. پیغام مثل نمودار سینوس کوسینوس میمونه، یه ذره بالاست یه ذره پایین، آدم میفهمه چشه. والا البته با این کارش حال کردم، آدم حسابیه. اون سهیل نه، اون سهیل مشکل داره. انقدر قضاوت نکن آدم ها رو، بریم الان جاده شلوغ میشه. نه دمش گرم واقعا، چون من پولمور که نداشتم، این کلید ویلا رو نمیداد باید تو جوب میخوابیدیم، چون قرار بود یه 200 میلیونی به ما برسه، اون نرسید. این چی دیگه بدبخت. یه کوه جواهر گیرت اومد عزیزم، بریم لطفا. نمیرم، من هر وقت دلم بخواد میرم. باشه شوهر عزیزم، میشینیم اینجا مردمو نگاه میکنیم. موزیک چی بذارم تا اونجا؟ یه موزیک آروم عاشقانه.